سلام، صبح بخیر به چشمانداز بامدادی رادیوی فارسی بی بی سی خوش آمدید. برنامه رو شروع می‌کنیم با خبر فوری که دقایقی پیش به دستمون رسیده. ستاد کل نیروهای مسلح ایران اعلام کرده که هواپیمای مسافربری اوکراینی بر اثر خطای انسانی و به صورت غیر عمد هدف پدافند ضد هوایی قرار گرفته و سرنگون شده. خبرگزاری های ایران با صدور اطلاعی از ستاد مشترک نیروهای مسلح این کشور ساقط شدن هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین رو بر اثر اصابت موشک ضد هوایی اعلام کردن. این در حالی است که مقام های ایران طی دو روز گذشته بارها اخبار و ادعای مقام های کشورهای غربی درباره شواهد مرتبط با هدف قرار گرفتن این هواپیما رو قویاً تکسیب و اون رو غیر ممکن خونده بودن. کامیت فتایی همکارم از واشنگتن با ماست، این خبر رو دقیق دنبال کرده. کامیت، کمی در مورد این اطلاعیه بگو از جزئیاتش. خب اطلاعیه نسبتا کوتاهی هست و در اون برای اولین بار دارن اذعان میکنن زنی رو که و این مسئله‌ای که مطرح شده بود اول اگه خاطرات مشاوره ترامپ گفته بود که مشکوکه که ایران به صورت غیر عمدی با موشک زده باشه و بعد هم دیدیم رهبران کشورهای مثل کانادا، بریتانیا و چند کشور دیگر گفتن این مسئله رو مطرح کردن که مدارک و شواهد قویه. حالا بیانیه‌ای که صادر شده از طرف ستاد کل نیروهای مسلح ایران در این بیانیه نسبتاً کوتاه شرایط اون حادثه توضیح داده شده. برای اولین بار هم اصلا اذعان می‌کنن که بعد از حمله موشکی به نیروهای آمریکایی در عراق دارن میگن فضا پرتنش بوده، پرواز در حول و حوش ایران پروازهای نظامی زیاد بوده، در این فضای پرتنش به گفته اونها در یک چنین شرایطی پرواز شماره 752 خطوط هوایی اوکراین از فرودگاه خمینی بلند میشه و ظاهرا به گفته اونها در نزدیکی یک مرکز حساس نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و در ارتفاع و شکلی بوده که به عنوان یک هدف متخاصم اشتباه گرفته میشه و هدف قرار گرفته میشه که میگن یک بروز خطای انسانی و به صورت غیر عمد بوده و به حال دارن تسلیت میگن و به حال این اذعان در حالی است، اولا اولین بار هست، دوما در حالی است که در گذشته تا به حال گفته میشد که نه فقط موشک شلیک نشده که اصلا اتهام پرتاب موشک میگفتن جنگ روانیه. اگر خاطرتون باشه حسام الدین آشنا همین یکی دو روز پیش حتی به رسانه ها به روزنامه نگاران فارسی زبان هشدار داده بود که به گفته او در این جنگ روانی دشمن شرکت نکنن، واردش نشن، منتها و بعد هم بعضی ها میگفتن که شاید آمریکا بوده که این پدافند هوایی ایران رو از طریق یک جنگ الکترونیکی فعال کرده. بیانیه‌ای که داره صادر میشه به تمام این گمان زنی ها داره پاسخ میده، در واقع دارن کاملا چرخش 180 درجه میکنن و برای اولین بار حرفی رو دارن قبول میکنن که میبینیم در ظرف 24 ساعت گذشته از طرف آمریکا، از طرف مقامات امنیتی و اطلاعاتی و همینطور کشورهای مانند بریتانیا، استرالیا و همینطور کانادا مطرح شده بود. برای اولین بار ایران قبول کرده که این خودش میشه گفت در حد خودش و در نوع خودش بی‌سابقه است. خب کامبیز، این اطلاعیه در حالی اعلام شده همونطور که گفتی در طی روزهای گذشته مقامات ایران به دفعات رد کردند، این رو دروغ پراکنی توصیفش میکردند، میگفتند که این رو به اصطلاح شایعه ایست که ایجاد شده و در روزنامه های چاپ تهران که در همین ساعت پیش در برنامه‌مون داشتیم طبیعتاً این روزنامه ها پیش از اعلام این خبر چاپ شدن، در خیلی از این روزنامه ها میشنیدیم که دلایل مختلفی داده شده. یکی از روزنامه ها میگفت که این برنامه‌ای بوده برای اینکه ورشکستگی بوئینگ رو در واقع یک جوری جلوشو بگیرند و بعضی در یک روزنامه دیگه گفته میشد اصلا این هدف این بوده که این حمله ایران به پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در عراق رو یه جوری تحت شعاع قرار بده. دلایل مختلفی داده میشد و خب الان این روزنامه‌ها در حالی چاپ شدن احتمالاً که این خبر منتشر میشه با این تیتر، چه واکنش‌هایی تو دیدی؟ آیا چیزی بوده به این سرعت؟ میدونم خبر دقایق پیش منتشر شده، آیا واکنشی بوده که تو دیده باشی؟ خب در شبکه‌های اجتماعی این کاملاً به شدت داره میپیچه. می‌بینیم از همین الان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران توییت کرده یه چیزی حدود کمتر از نیم ساعت پیش،
گفت به عطب انگلیسی و نوشته که روزی غم‌انگیز است و به گفته او نتایج و مقدماتی حکایت از این داره که در توسط نیروهای مسلح ایران که همونطور که او در همین بیانیه اومده خطای انسانی بوده که به گفته او ایجاد شده با در واقع مداخله نظامی و مداخله جویی آمریکا. البته اونم به اون نسبت داده مونتا در این حال آقای ظریف داره میگه که به راز تأسف عمیق داره میکنه، پوزش‌های عمیق داره میکنه و داره تسلیت میکنه میگه به مردم ایران. ولی جالب اینجاست که اگر کامنت ها و صحبت ها و واکنش های کاربران رو ببینیم در پای همین توییت بسیار دارن ناسزا میگن، خیلی ها دارن عصبانی ان، کاملا مشخص است واکنش های اولیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی میبینیم. حتی همین که از آن شده هم داره از همین الان حداقل فعلا در باعث خشم خیلی از کاربران شده. البته من الان یه نگاه خیلی جزئی کردم به خبر از خبرگزاری‌های ایران، میبینم که خبرگزاری ایران هم این رو چاپ کرده. البته ظاهرا در برنامه‌های صدا و سیمای ایران شاید قدری میگفتن با تأخیر داره این خبر منتشر میشه، ولی به حال خبر تازه داره منتشر میشه و به هر حال تغییر موضع کامل ایران هست. مواضع چند روز اخیر اینها رو به زیر سوال میبره. بعضی ها دارن میگن که حالا داره مشخص میشه که چرا آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران بعد از این واقعه در نطقی که کرد قدری میتونست خیلی تندتر بره، شاید به این خاطر این بوده که خبر داشتند چه شده با این هواپیما پشت صحنه که شاید موضع گیری تندی نکرد. حال گمان زنی های بسیار زیادی داره انجام میشه، ولی به حال ایران برای اولین بار داره تایید میکنه مسئله ای که میشه گفت بیش از 24 ساعت اخیر میبینیم منابع اطلاعاتی آمریکا، اول اگر خاطرتون باشه در رسانه ها گفتن که دلایل محکمی دارن، یک اطلاعاتی دارن و اون رو به متحدانشون هم دادن که این کار ایران بوده، کار موشک ایران بوده، پدافند هوایی به گفته اونها روسی بوده که البته از اشتباهی زده. حالا ایران هم این مسئله رو داره تایید میکنه. جالبه کامبیس که این خبر موقعی که منتشر شد همونطور که گزارش توضیح میدادی اول رسانه‌های آمریکایی به نقل از منابعی که نامشون هم حالا فاش نمیشد، منابع اطلاعاتی امنیتی، این خبر رو دادن. بعد نخست وزیر کانادا بود که اومد یک سخنرانی کرد و جزئیات بیشتری، در واقع اولین مقامی بود که به طور آشکار این موضوع رو اومد مطرح کرد و به تدریج این خیلی سریع مثل یک بمب خبری منعکس شد و مقام‌های سایر کشورهای اروپایی و غربی هم اومدن موضع مشابهی گرفتن. ولی با وجود اینکه خبر اصلش از آمریکا شروع شد، اون اول یه مقدار مقام‌های آمریکایی محتاط بودن در مورد اینکه وارد جزئیات این قضیه بشن و رئیس جمهور آمریکا حتی وقتی که سخنرانی می‌کرد خب طبیعتاً انتظار می‌ره که او به اطلاعات دست اول این قضیه احتمالاً دسترسی داشته، ولی خیلی با ابهام در این مورد صحبت کرد. چندین مورد هم مطرح شده بود. اولا فراموش نکنیم شهروند آمریکا در این پرواز کشته نشد، بنابراین یک طرف این ماجرا نبوده به صورت رسمی و مستقیم آمریکا، بنابراین این میتونه یک دلیل باشه. دلیل بعدی این است که در یک بحث سیاسی بسیار میشه گفت شدیدی در گرفته هم در واشنگتن هم بیرون واشنگتن، در دنیا میشه گفت که اگر آمریکا قاسم سلیمانی رو نکشته بود و ایران واکنشش رو نداده بود، پس این اتفاق هم شاید نمی افتاد، یعنی این هواپیما هم در این فضای پرتنش هدف قرار نمی گرفت. منتقدان میگن که این افرادی که کشته شدن قربانی یک درگیری ناخواسته ای بودن که به گفته از نظر اینها، البته این منتقدان عمدتا میشه گفت شاید قدری لیبرال و دموکرات در واشنگتن، این رو آقای ترامپ را انداخت. از اون طرف هم میگن نه خیر، هیچ ربطی به این مسائل نداشته، این تمام برمیگرده به کفایتی حکومت ایران. بنابراین تو این بحث داغ و این فضای پرتنش که همیشه سیاسی هست و همه دنبال به حساب متهم و اینکه مقصر اصلی اصلا کی بود، کی شروع کرد، به نظر میاد که آقای ترامپ به همین خاطر بوده که نمیخواست خیلی خودش رو وارد بکنه. یک مسئله دیگه هم که مطرح هست که از دستور سیاسی بالا خیلی شاید به صراحت مقامات اطلاعاتی پشت صحنه صحبت می‌کردن این هست که بعضیا امیدوار معتقد بودن که شاید دولت آقای ترامپ در صدد این هست که این فضای پرتنش رو پرتنش‌تر نکنه، در آینده بتونن یک تعاملی با ایران داشته باشن و برامری نمیخواست خیلی فشار بیاره روی ایران. ولی خیلی به صورت میشه گفت تلویحی و غیر مستقیم حرفش رو زد، گفت من مشکوکم ظاهرا کار اینها بوده.
و رفت. البته اینو باید بگم مایک پومپو قدری کمتر صحبت کرده بود، همین دیروز به شبکه فاکس نیوز گفته بود در مصاحبه‌ای که اصلا این در به گفته او این فرودگاه امام خمینی رو اصلا باید ببندنش، امن نیست اگه معلوم بشه که اینها خودشون زدن و پروازها رو تو یک فضای به این پرتنشی متوقف نکردن و پرواز مسافربری در یک چنین فضایی حرکت داشته. میگفت اصلا امن نیست این فرود، این دلیل داره که خیلی از خطوط هوایی بین‌المللی دارن کنسل میکنن پروازهاشون رو به ایران. و به هر حال حالا که این قضیه مهرس شده و ایران هم داره این رو به هر حال میپذیره، میشه گفت که حالا از این به بعد به احتمال بسیار زیاد مقامات اینجا در آمریکا محکم‌تر پشت صحنه خواهند اومد و این قضیه رو محکوم خواهند کرد. مسئله ایمنی پروازها هست، مسئله این که چطور حالا این اشتباه انجام شده، چرا تا به حال گفتن جنگ روانی بوده، چرا نپذیرفتند اگر میدونستند، و یا اینکه حتی چرا دست رو رسانه ها گذاشتن، از جمله رسانه های خارجی فارسی زمان خارج از کشور رو میگفتن که شما دارین همراه میشین با جنگ روانی، به گفته اونها دشمن هشدار میدادن که خیلی ها این رو اصلا به عنوان تهدید پذیرفته بودن. ولی به هر حال مشخص هست، حتی البته در این لحظات اولیه هم میبینیم حداقل در شبکه های اجتماعی واکنش بسیار منفی است به این قضیه، چرا که موضع فعلی با موضع قبلی حکومت ایران در واقع همخوانی ندارد که هیچی 180 درجه هم متفاوت است. خب خیلی ممنون از کامبیز فتایی، همکارم که از واشنگتن با ما صحبت میکرد. حالا میدونم کامبیز خبرها رو به دقت و واکنشها رو دنبال خواهی کرد، احتمالاً شاید دوباره در برنامه با اطلاعات جدیدی با صحبت بکنیم. خبر فوری هست، ستاد کل نیروهای مسلح ایران اعلام کرده که هواپیمای مسافربری اوکراینی بر اثر بروز خطای انسانی و به صورت غیر عمد هدف پدافند ضد هوایی قرار گرفته و سرنگون شده. خبرگزاری های ایران اطلاعیه‌ای از ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران رو منتشر کردند که ساقط شدن هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین رو بر اثر اصابت موشک ضد هوایی اعلام کرده. این در حالی که مقام‌های ایران طی دو روز گذشته بارها اخبار و ادعای مقام‌های کشورهای غربی درباره شواهد مرتبط با هدف قرار گرفتن این هواپیما رو قویاً تکذیب کرده بودند و اون رو غیر ممکن خونده بودند.